از حقیقت احوال او یگان خبر نداریم. چنین میگویند نزدیکان شاهده محمد جان و که از روز 3 فوریه به این سو در بازداشتگاه به سر میبرد. ایدیما محمد جان و مادر شاهده روز 2 مرد برده آزادی گفت همه روزه برای دخترش به بازداشتگاه موقتی خوراک میبرد و افزود با وجود وعده وزارت کارهای داخلی در بابت ملاقات او تا حال دخترش را ندیده است. در گذشته تنها پس از 5 روز ناپدید شدن شاهده محمد جان و مقامات گفته بودند که او را با گمان همکاری با سازمانهای ممنوع بازداشت کردند. ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی میگوید با درخواست مادرش برای شاهده محمد جان و وکیل مدافع جدا کردند. نجیبه شیرینبک و یک مسئول ائتلاف روز 2 مرد به رادیوی آزادی گفت در این یک ماه ادوکات آنها چند بار با شاهده محمد جان و ملاقات داشته است. با گفته او محمد جان و از وضع خود یگان شکایت نکرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات گفت دلیل اساسی مفتشان علیه شاهده محمد جان 45 ساله یک صفحه فیسبوکی است که در آن گویا مواد مربوط به گروه 24 تبلیغ شده است، ولی نزدیکان شاهده گفتند که تلفن او 2 ماه در دست کارمندان پلیس شهر وحدت بود. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز اعلان داشته است که شاهده محمد جانوا با این سازمان هیچ گونه همکاری نداشت. شاهده محمد جانوا مادر بلاگر شهرزاد محمد جانوا یا عبدالرحمن 09 است. این بلاگر مقیم آلمان بارها از عملکرد مقامات در مسئله ستر و حجاب انتقاد کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند شاهده محمد جانوا به خاطر تنقیدهای پسرش دستگیر شده است، هرچند مقامات این را رد کردند. شهرزاد محمد جانوا ادعا دارد که شرطهای آزادی مادرش را پیش گذاشتند. پس از بازداشت مادرم تقریبا 5-7 روز گذشته بود که به من یک چند شرطها را پیشنهاد کردند و گفتند که یگانه کسی که مادر تو را نجات داده می تواند این خود تو هستی. برای نجات مادر من باید با جمهوری تاجیکستان بر بگردم، این یکی از شرط ها بود و دویم شرط این بود که باید از حکومت جمهوری تاجیکستان بخشش بپرسم. تصدیق درستی گفته های شهرزاد محمد جانوف مشکل است. مقامات در این زمینه هیچ شرحی نمی دهند، ولی بازداشت شدن شاهده محمد جانوف یک تنقید را ورد زبان ها کرد که مقامات تاجیک از خانواده های مخالفین یا ناراضیان به حیث ابزار فشار استفاده می کنند. مقامات در گذشته این گونه تنقید ها را رد کردند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.